میدونستید همسر لیلا اوتادی کیه و آیا میدونستید که لیلا اوتادی لقب گرون قیمت ترین بازیگر ایران رو داره؟ با ما تو این ویدیو همراه باشید، حقایقی باور نکردنی رو از لیلا اوتادی بهتون میگم. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه. خانم لیلا اوتادی متولد 14 مرداد سال 1362 در شهر تهران هستش. اون علاوه بر بازیگری دست به شعر هم هست و چند تا کتاب شعر از خودش منتشر کرده. جالب بدونید که اون فارغ التحصیل لیسانس رشته معماری در دانشگاه هنر تهران هستش و کار خودش رو از تئاتر شروع کرد. بعد از تئاتر هم چندین کتاب شعر به نام خودش چاپ کرده. لیلا اوتادی اصالتاً ترک زبان هستن ولی خودش توی شهر تهران به دنیا اومده. 3 خواهر و 1 برادر داره. خودش میگه که ما ترک قشقایی هستیم. علاقش به بازیگری از کودکی شروع شد. وقتی که در سال 1369 در 7 سالگی همه چی فراهم بودش که در فیلم کیمیای آقای درویش بازی بکنه، اما به خاطر مخالفت‌هایی که پدرش انجام داد این اتفاق نیفتاد و یکی از بزرگترین حسرت‌های لیلا اوتادی رقم خورد. اون چند وقت بعد در زمینه معماری داخلی تحصیلاتش رو ادامه داد، اما به دلیلی که علاقه زیادی به این کار نداشت ترجیح دادش که در حیطه تئاتر کارش رو دنبال بکنه و خب تئاتر بهونه شد که وارد تلویزیون و سینما هم بشه. اولین تجربه لیلا اوتادی جلوی دوربین مربوط میشه به سال 1381، وقتی که 19 سال بیشتر سن نداشت. بعد از بازی توی یکی از تئاتراش برای بازی در فیلم سینمایی چشمان سیاه ایرج قادری انتخاب شد تا اولین تجربه سینمایی خود رو جلوی دوربین ببره. اون توی فیلم چشمان سیاه نقش کوتاهی رو در کنار محمد رضا گلزار بازی کرد. بعد از اون در سال 1383 با سریال مهرما وارد قاب تلویزیون شد که توی این سریال نقش اصلی رو بر عهده داشت و خیلی هم دیده شد. تیتراژ پایانی این سریال هم خاطرتون باشه مهران مدیری خونده بود. لیلا اوتادی در سال 85 با سریال آخرین گناه به کارگردانی حسین سوهیلی زاده در کنار چهره‌هایی مثل حمیدرضا پیگاه و مینا لاکانی و آتیلا پسیانی حسابی دیده شد و شهرتش چند برابر شد. خودش میگه که ژانر مورد علاقه‌ای که دوست داره کمدی و اکشن هستش و خیلی دوست داره که توی این ژانر بازی بکنه و فیلم‌های این ژانر رو تجربه بکنه، ولی خب متأسفانه اکثرا توی ژانر وحشت فیلمنامه‌ها زیاد خوب نیستش و خیلی نمیتونه هر کاری رو قبول بکنه. اما توی اوایل دهه 90 توی رسانه‌های مختلف یه خبری کار شد مبنی بر اینکه گرون قیمت ترین بازیگر ایران لیلا اوتادی هستش. این خبر برمیگرده به سال 1389 وقتی که باشگاه خبرنگاران صدا سیما در مورد دستمزد لیلا اوتادی دست به افشاگری زد و گفتش که لیلا اوتادی برای فیلم سینمایی پیتزا مخلوط برای 25 روز بازی 75 میلیون تومان دستمزد گرفته که اون موقع گرونترین دستمزدی بودش که به یه بازیگر زن داده میشد. اما خانم بازیگر چند روز بعد این خبر رو تکذیب کرد و گفت به نظرم این حرفا شایعی اینترنتیه و تنها از جانب دشمنان شکل میگیره و اصلا این خبرها نبوده و این رقمها جابجا نشده. لیلا اوتادی قبلا مربی بدنسازی هم بوده. خودش میگه که به نظرم بازیگر باید برای بازی در هر نقشی از نظر فیزیکی آماده باشه. این آمادگی جز با ورزش مداوم میسر نمیشه. ورزش همیشه جزء لاینفک زندگی من بوده و همیشه اون رو پیگیری و دنبال میکردم. خودش میگه که من به مدت 2 سال تا مربی بدنسازی بودم و توی باشگاه‌های مختلف فعالیت میکردم، ولی خب به خاطر مشغله کاریم نتونستم اون رو ادامه بدم. الانم لیلا اوتادی توی ورزش‌های تنیس و اسب سواری به صورت حرفه‌ای کارش رو دنبال میکنه. در مورد ازدواج لیلا اوتادی خبر تایید شده ای جایی منتشر نشده، ولی خب خیلی ها میگن که اون هنوز ازدواج نکرده و مجرده. با این حال هر چند وقت یه بار یه سری عکس و فیلم ازش بیرون میاد که
مفته میشه که عکس ها با همسرش هست، ولی خب با توجه به اینکه افراد مختلفی در کنار لیلا و اوتادی میان عکس یادگاری میگیرن، همه اینها ممکنه کذب و دروغ باشه. لیلا اوتادی تو کار عکاسی هم هست. اون عکاسی رو از زمانی که دانشجو بودش دنبال میکرد و به خاطر رشتهش که معماری بود مجبور بودش از ابنیه مختلف عکس تهیه بکنه و کارهاش رو انجام بده. واسه همینم به دوربین و عکاسی علاقمند شد. اون چندین سفر انفرادی رو به خاطر عکاسی انجام داده و توی مناطق مختلف این کار رو انجام داده، به خصوص مناطقی که کودکان بیر سرپرست یا بد سرپرست دارن. اون یه تایمی یه نمایشگاهی هم از عکس‌های مختلفش برگزار کرد که با استقبال مخاطباش همراه بود. لیلا اوتادی علاقه زیادی به شناخت فرهنگ جوامع مختلف داره و خودش میگه که بهترین تفریح من اینه که توی جوامع مختلف در شهرها و روستاهای مختلف برم و بتونم فرهنگ اونها رو درک بکنم و بیشتر از اونها بفهمم. این خیلی برای من لذت بخشه. جالبه بدونید که ماشین مورد علاقه لیلا اوتادی لندکروز هستش. خودش میگه که من اصولا ماشین شاسی بلند دوست دارم. قبلا هم یه لندکروز سفید داشتم. دوستانم میگفتن که آمبولانسی گرفتی لیلا. بعد به من برخورد و به خودم میگفتم واقعا به من نمیاد. واسه همین فروختمش و یه ماشین کوچیک‌تر گرفتم. اما رانندگی با ماشین کوچیک اصلا به من لذت نمیده. دیگه مجبور شدم اونم بفروشم و دوباره یه لندکروز دیگه بگیرم. این بار رنگ مشکیش رو. لیلا اوتادی کارهای بیزینسی مختلفی رو هم انجام میده. اون در سال 1395 اعلام کرد که پیشنهاد همکاری کمپانی عطری رو قبول کرد و قراره که این کمپانی عطری رو به نام لیلا اوتادی روونه بازار بکنه. اون مدعی شدش که این کارخونه شعبه اصلیش توی فرانسه است و برند خیلی معروف و معتبری هستش. لیلا اوتادی توی سالهای فعالیتش به تناسب اندامش خیلی اهمیت میده و رژیم‌های سختی رو توی دوره‌های مختلف تحمل میکنه. خودش میگه که صبحونه براش مهمترین وعده غذاییه. برای نهار هم هفته دو یا سه بار برنج مصرف میکنه و برای شام هم اغلب سالاد و سبزیجات پخته و یا یه مقدار خیلی کم گوشت و سفیده تخم مرغ میخوره. برای تامین ویتامین بدنش هم هر روز آب میوه رو باید مصرف بکنه. خیلی ها معتقدن که زیبایی لیلا اوتادی به خاطر عملهای پرتعدادی هستش که انجام داده، ولی خب خودش توی یه مصاحبه اعلام کردش که تا به حال هیچ عمل زیبایی روی بدنش انجام نده و کاملا نچرال به این شکل هست. خانم لیلا اوتادی از سال 1379 وقتی که هنوز وارد سینما نشده بود و 17-18 سال بیشتر سن نداشت کار سرودن شعر رو انجام میداد. ایشون در سال زمستان سال 93 نخستین مجموعه شعر خودش رو به نام در بهشتی که کلاغی نیست مترسک هم نیست به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر کرد. این کتاب 76 صفحه و 35 قطعه شعر سپید داره. لیلا اوتادی تا حالا جایزه معتبری رو از جشنواره‌ای مثل جشنواره فجر نگرفته، ولی خب خودش مدعیه که جشنواره فجر کلن مافیا بازیه. اون میگه که من تاکنون توی هیچ یک از مراسمات جشنواره فجر حضور نداشتم، چون فکر میکنم که اونجا جای ما نیست و جای مافیا هاست. هرچند ممکن است این اظهار نظر من سبب بشه که برای همیشه به من جایزه ندن، اما خب برای مهم نیست. لیلا اوتادی به شدت اهل کتابخونی هم هست و میگه توی کتابهایی که دوست دارم بخونم بیشتر به موضوعات تاریخ و روانشناسی علاقه دارم. خیلی از نزدیکان لیلا اوتادی معتقدند که شباهت عجیبی بین اون و اسکارلت جوانسون هستش. لیلا اوتادی متولد 62، اسکارلت متولد 63، یعنی یک سال با هم اختلاف سنی دارن و خب خیلی هم میگن که این شباهت خیلی زیاده بین لیلا اوتادی و اسکارلت. جالب بدونید که لیلا اوتادی توی مصاحبه گفته بود که بیشترین چیزی که حالش رو خوب میکنه خرید کردن هستش و میگه هر وقت حالم بده و خسته هستم از چیزی سریع میرم سراغ خرید و حتی شده از سوپرمارکت سرکوسه کوچه یه سری چیز میز میخرم که خرید کلن حال من رو خوب میکنه.
از کارها و فیلمهای مختلفی که لیلا اوتادی بازی کرده میتونیم به پسرکشی، تخت گاز، کاتیوشا، پیشونی سفید، آزادی بی قید و شرط، تلپارتی، نازلی، مالی خولیا، ناردون، آشوب، سبیگانه، کلاف، یک شام خوب و اخراجی ها و خیلی فیلم های دیگه اشاره بکنیم. اون توی چندین سریال تلویزیونی هم حضور داشته که آخرین اون مربوط میشه به گاندو و حوالی پاییز. فیلم های تلویزیونی رو هم به صورت تلفیلم در کارنامه‌اش داشته، از جمله شروع یک پایان، خواب بعد، توی رسانه ها و شبکه نمایش خانگی هم سریال عالی جناب، آشوب و 13 شمالی رو در کار. خب رفقا ممنون از همراهیتون با این ویدیو. حتما یه دقیقه وقت بذارید و نظرتون رو برای ما تو بخش کامنت ها راجع به لیلا و اوتادی و این ویدیو و حواشی زندگیش بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو ببینید.